بسیاری از نوجوانان و جوانان مواجه میشن با یک سری شبهات و سوالات میپرسن و جواباش هم پیدا میکنن معمولا در پرسجو به یک پاسخهایی میرسن قانع میشن و دوباره شبهات جدیدی مبتلا میشن و باز هم دنبال پاسخ هستند و گاهی این سلسله ادامه دار میشه و طرف خسته میشه و دچار یک سری شبهاتی میشه که دیگه فکر میکنه اینها جواب نداره و بالاخره این اشکالات به دین و مذهب و اینها وارد هست همینطور که این ویدیو رو نگاه میکنید و آموزش نوشتن بعضی از کلمات رو میبینید من در این موضوع با شما عزیزان مختصری صحبت میکنم ببینید در هر موضوعی که شما وارد میشید یک راه های وجود داره که شاه راه حساب میشن و یک سری راه های فرعی هم وجود داره شما برای رسیدن به هر هدفی میتونید راه میانبر رو انتخاب کنید میتونید یک راهی حرکت کنید که به اون هدف میرسید ولی یه مقداری طولانی هست مثلا فرض بفرماید یه نفر میخواد آموزش زبان انگلیسی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره میگه که من میرم ترانه های انگلیسی رو دانلود میکنم و اینها رو گوش میکنم ده بار بیس بار صد بار گوش میکنم کلماتشون رو از توی لغتنامه ها بیرون میارم از توی دیکشنری کلماتش رو چیز میکنم استفاده میکنم به خودم زحمت میدم تلاش میکنم و بعد از مدتی خب صدها جمله یاد گرفتم خب نگاه میکنید میبینید که این آدم مثلا در اون پروسه زمانی که رفته با چه مشقت و چه زحمات طاقت فرسایی مثلا هزار تا جمله یاد گرفته با نصف اون زحمت میتونست با یک روش و یک شیوه بسیار متعالی چند برابر کلمه رو خیلی آسانتر هم یاد بگیره حالا توی مسائل اعتقادی هم ببینید یه وقتی ما هی مدام میریم به سمت اینکه تو این موضوع این شبه گفتن تو اون موضوع اون شبه گفتن یه روز میگیم چرا ما باید دین داشته باشیم یه روز میگیم چرا باید نماز بخونیم یه روز میگیم چرا مثلا فرض کن شیعه به سنی میپره یه روز میگیم چرا مثلا شیعه چند دسته داره چند فرقه داره کدومش حق یه روز میایم در مورد خدا میپرسیم یه روز در مورد پیامبران میپرسیم یه روز در مورد معاد میپرسیم یه روز در مورد سعادت میپرسیم یه روز در مورد اینکه چرا من اصلا به دنیا اومدم میپرسیم هر روزی یه سوالی یه شبهی ذهن ما رو درگیر میکنه و اینها تمامی نداره تمام بشو هم نیست شبکه های اجتماعی هم فعالن شب و روز در تلاشن اصلا یه دی باور کنید هزینه میگیرن کار میکنن زحمت میکشن برای اینکه این, که این ها به ذهن دیگران منتقل بشه و در بین هزاران شبهه بالاخره یک جوان یک نوجوان دو تا از این شبهه ها را درگیر بشه و نتونه جواب پیدا کنه و مسیرش عوض بشه اونهایی که دارن این فعالیت ها میکنن به همین هم قانه هستن که شما بالاخره 100 درصد تو اون مسیر صحیح نباشی حالا ده در درصدش هم که بیایید بیرون اونا برد کردن خیلی سوال ها تو ذهن نوجوان ها مطرح میشه چرا خدا اینقدر دستورات داره آیا دستوراتش سخته آیا آسونه آیا اصل دین همینه که الان به دست ما رسیده آیا این فقهی که ما میخونیم همون فقهی هست که امام صادق گفته یا پیشوایان دین گفتن صدها شبهه در مورد پیامبران در مورد امامان در مورد معاد خب ما ها که کارمون این هست و در این زمینه مطالعه میکنیم گفتگو میکنیم تدریس داشتیم تدریس داریم میایم به این سوالات دوستان پاسخ میدیم ولی واقعیتش این روشی که افراد پیش میگیرن این روش روش قوی نیست روش دقیقی نیست اینکه شما هر روزی مبتلا بشی به یه شبهه ای و دنبال اون شبهه باشی خب این همیشه شما بازنده اید همیشه شما عقب هستید چرا شما یک روشی رو انتخاب نمی کنید که در اون روش هم تو معنی و آرامش خاطر داشته باشید و هم اینکه اگر شبهاتی هم مبتلا شدید زودتر پاسخش بدونید و خلاصه قویتر و محکمتر و مستحکمتر باشید چرا نمیرید عقاید رو یک دور بخوانید یک دور با استدلال منظومه فکری یک دین رو متوجه بشید یک دور کل اصول عقاید یک مذهب رو در قالب یک جلد کتاب من نمیگم چند دین جلد نمیگم چند صد صفحه چرا در قالب مثلا چهل درس پنجاه درس کوتاه این مسائل اعتقادی رو فرا نمیگیرید که بعدا تمامی این شبهات آبکی باور کنید بعضی از این شبهات بسیار آبکی هستند و به تعبیر ما شبهات کیلویی هیچ ارزشی ندارند ولی ذهن یک جوان ذهن یک نوجوان رو داره داغون میکنه ما توصیهمون این است که به جای اینکه هر روز یه شبهه تو اینترنت بخونید یا مبتلا بشید دنبال جوابش بگردید وقت بگذارید یک دور اصول عقاید رو یاد بگیرید اگر هم نمیتونید خودتون بخونید حالش ندارید مطالعه کنید بعضی جاهاش گیر میکنید میتونید کتاب های متوسط بخونید اگر همون هم حوصلش ندارید حداقل یک نفر برای شما میتونه تدریس بکنه من خودم هم در فضای حضوری تدریس داشتم هم در فضای مجازی تدریس داشتم و تدریس دارم در این زمینه فعالیت میکنم شبهات را در حد توانم پاسخ میدم ولی این توصیه من رو جدی بگیرید این توصیه به نفع شما هست و شما از آرامش خاطر بیشتری بهره خواهید بود و اینکه همیشه دیگه شبهات از شما جلو نیستن شما هستید که از اونها جلوتر قرار میگیرید یا حداقل تو معنینه و آرامش خاطر بیشتری دارید